صورت چطور؟ خوبه؟ سلام. یک دو سه ضبط میشه؟ سلام به شنوندگان جوانان رادیو در سراسر جهان. شب روز شما بخیر. به برنامه جدید گوش میکنید و با چهره جدیدی که برای خیلی از شماها شاید از طریق سوشال میدیا آشنا باشه و از اینکه قبلا باهاشون در مجله جوانان یه گفتگوی داشتیم و یه کاوری هم مگزین بود، روچل مجله بود. و زود این که سلام کنم به خانم هدا جراح. وقتتون بخیر و ممنون از لطفتون که منو به رادیوتون دعوت کردید و با مصاحبه میکنید. سپاس از لطفتون. خب خانم جراح عزیز، بسیار حرف برای گفتن داریم و شما هم داریم، ما هم داریم، ولی قصه شما شنیدنی است که شما چی شد که یه دفعه تو امریکا رفتین در مسابقات مختلف شرکت کردین و برنده شدین، سوژه روز شدین، نشریات مختلف امریکایی اومدن سراغتون و بعد به رادیو تلویزیون‌های مختلف راه پیدا کردین. اصلا ماجرای شما چی بود؟ از کی اومدین؟ چی شد که به این راه کشیده شدین؟ بالا عرضم به خدمتتون که من اصلا قرار نبوده که بخوام اینقدر ادامه بدم، چون خود من در یک خانواده خیلی مذهبی و بسته بزرگ شده بودم. این فقط قصدم این بود که یک مسابقه بدم تا اون تابویی که توی ذهنم بود و اون تصویر گناه و جهنمی که تو ذهنم خیلی پررنگ بود و تابو شکنی کنم. یعنی برای خودم اصلا قرار نبوده برای کسی بخوام این کار انجام بدم یا بخوام مطرح بشم یا کسی بیاد سراغ من. یه کاری بود کاملا دلی و شخصی بود. احساس میکردم خیلی عمیق شستشوی مغزی شدم و باید از یه جا شروع میکردم و تصمیم گرفتم دیگه چی میگن بزنی سیم آخر. حالا این همه رشته ورزشی، خب من در طول زندگیم رشته ورزشی زیادی رو انجام دادم، ولی بیکینی اونم رو استه جلوی اون همه آدم، یعنی یه چیزی بود که فکر میکنم حدود 2 سال فقط من کلنجار میرفتم یا از استرسش کابوس میدیدم که من میخوام این کار رو انجام بدم. و حتی اولین تجربه شخصیم گفتم هدا میری رو استیج؟ بکن تو حموم خونتی بلند بلند آواز میخونی یا مسخره بازی در میری تو حموم؟ گفتم فکر کن تو حمومی، هیچ کی هم نیست. و واقعا هم همین شد. یعنی حتی اولین تجربه روی استیج به این فکر نکردم که کسی داره نگاه میکنه. تو اون لحظه فقط خودم و خودم بودم و میدونستم باید این تابوی شستشوی مغزی رو که از کودکی به صورت خیلی پر، من دیگه شستشو مغزی بهش نمیگفتم، کلا مغزای ما رو اونم تو اون دوره سیاه وایتکس کردن، یعنی هیچ اثری ازش نخواستن بمونه و میدونستم باید از یه جای شروع کنم. و پوسته زخیم که دورم پیچیده شده بود و باید خودم میشکوندم برای جهش بلندتر. مثل یه پروانه که پیرش رو میشکنه بیاد. دقیقا همین بود. و پیشم بهترم مالیدم، یعنی میدونستم ممکنه خانوادم با هم حرف نزنن، میدونستم ممکنه حمله به هم زیاد بشه که همینم شد، یعنی تمامش اتفاق افتاد. ولی یه چیز مهمی که بود تابو شکنی فقط در مورد خود من نشد، یعنی حتی اولین شخص خانوادم، مادرم که خب یا یک شخص بسیار مذهبیه، یعنی حتی من دیدم تابو شکنی هم برای خانوادم شد، برای دایی. وای دایی، گفتم دایی بفهمه، یعنی پرزیدنت و نمیدونم رئیس جمهور ویزا و اینا نمیده، این خودش با هواپیما شخصی یه جوری خودش رو میرسونه آمریکا، منو میکشه و برمیگرده. و همشون میتونم بگم، نه حالا همشون، ولی خب افراد اول و پررنگ زندگیم خیلی عوض شدن، دیدشون عوض شد. یعنی در چند ماهی حرف نزدن ولی یهو بعدش دیگه کوتاه اومدن. و خودت احساست چی بود؟ یعنی موقعی که احساس پیروزی میکردی، احساس مدونم گریم گرفت، احساس کردم که آه الان دارم گریه میکنم. چی سوالی میکنی؟ احساس کردم که یک هسته بی ربط، یک هسته تعفن انگیزی که دورم بوده و یک عمر من بوی گند همراه خودم میکشیدم، اونو شکوندم و اومدم بیرون.
حالا دیگه مهم نیست بعدش حالا چقدر موفقم، یا مهم این بود که اون حسه رو بشکنم. مثل این که ای یک سفر طولانی که سر تا ای چاه فاضلاب داری از زندان فرار میکنی، تنها آپشنت هم تنها آپشن چی میشد ببخشید؟ اختیارت. تنها چیزی هم که داشتی ای تونل فاضلاب، فقط از اون میتونی بیای بیرون. مثل واقعا فرار از زندان بود. و مثلا با دستت، حتی کاش قاشق داشتم، با دستت هم شروع کنی خاکو کندن، سرت از یه جایی در میاد، بو گم میدی دیگه، مثل یک حمام بعد از اون سفر طولانی بود. یعنی بعد از استیجم که خودم هم آماده شدم، یعنی پشت استیج میدونم دخترها همراه دارن، مربی دارن، نمیدونم، با حسرت نگاهشون میکردم، گفتم چه خوش با حالشون، قشن عیونی اینا اومدن، انگار رفتی پلوخوری و راننده گذاشتتت اونجا، من خودم پای پیاده سلام علیکم. و بعد استیج دیدم همه رفتن و عکس انداختن، من هم گوشی نشسته بودم، فقط انگار مثلا چه میدونم یه نفس راحت میکشی، یه حس خوب، یه حس خیلی خوب. و اصلا هم به اینکه چه مقامی، البته منتخب کشوری شدم، ولی تو اون لحظه اصلا مقامش برام مهم نبود، فقط مهم این بود که این کار رو کردم بالاخره بعد از این همه کلنجار. خب خیلی زحمت کشیدید تا به این مرحله برسید مسلمه. خیلی که نمیدونم، کلن از اونجایی که من خب بچگی هم خب چک زیاد خوردم، به میگفتن بچه پررو، یا کسی که زیاد حرف میزنی، چقدر سوال میکنی، و احساس حس رضایت شخصی بود دیگه، برام مهم نبود که الان چه حمله هایی میشه یا چقدر به من خراب میگن، خیابونی میگن، یا که بعدش خیلی از این اتفاق افتاد، دیگه مهم نبود، مهم این بود که این کارو کردم، فقط یه حس رضایت شخصی بود. و من همیشه سعی کردم برای خودم زندگی کنم، اصلا برام مهم نیست که بقیه چی قراره فکر کنن یا میخوان چجوری تخریبم کنن، دلم براشون میسوزه. ببین چقدر زندگی خودشون توهیه، خالیه، که مثلا روی آدمی مثل من یه گوشه دنیا که دارم کار زندگیمو میکنم، اینا صبح تا شب بخوام منو نگاه کنن و بخوام منو مورد قضاوت قرار بدن. بذارید که زندگیتونو کنید. اگه یک این چنین افراد که اینجوری میکنن با یه آدمی مثل من، طفلکی و زندگی خودشون حتما هیجانی نداره. لاغل هیجانات زندگی من براشون جالبه. ولی شما موقعی که شروع کردی اومدی جلو، اکثر عملایی که تو جامعه امریکایی دیدی چی بود؟ خیلی متفاوت بود. ولی خیلی یه چیزی بگم، همه یه دید اون ور، مثلا شما وارد فکر میکنن وارد آمریکا که میشی سرزمین رویاها و موقعیت‌ها، یعنی اکثر فکر میکنن عدم فرودگاه یه سبد به ما دادن، دلار هم روی زمین ریخته، ما هم شروع کنیم جمع کردن و صبح جمع که بعدش از اون یه ماشین بیاد دنبال ما، یه لیموزین بیاد دنبال ما، ورمون میداره و میریم روی یک پول پارتی روی سقف یکی از این مکانهای لاکچری، و از اون ورم لباس عوض میکنیم و میریم بیچ پارتی. و نگرش مخصوصا ایرانی ها از زندگی در آمریکا اینه. اینجا میرسی حساب کن من در اواخر 20 من وارد آمریکا شدم، من حساب کردم 30 سال از زندگی اینجا عقبم. یعنی برای خودم گذاشتم که تو باید خیلی بیشتر از یه کسی که اینجا به دنیا اومده تلاش کنی، تازه بگی سلام علیکم منم هستم، از کجا اومدی، کی هستی، اونم چی. مثلا یک نفر میاد اینجا خوش به حالش، مادر داره، پدر داره، موقعیت مالی خوب داره، من همه چی رو از صفر شروع کردم. حالا فکر کن هومسیک چی میشه؟ دلتنگی وطنی. اونم یه آدم خانوادگی و ایرونی مثل من. اونا که توش هست، بعد حالا بخوای کار ژانگولا رو انجام بدی، قوی هم بری جلو بگی سلام علیکم، میزنن تو سرت. انقدر مسخره همین آمریکا، تا همین الان مدام مسخره میکنن. یا یک تجربه مربیایی که گرفته بودم، آخه یه مسئله هست، مثلا من مربی میگیرم، مگه خودت بلد نیستی ورزش کنی؟ میگم من بلدم ورزش کنم. مثل اینکه بلد خودتو مثلا مستخدم میگیری خونتو تمیز کنه، معلومه بلدی خونتو تمیز کنی، خیلی بهتر و با وسواس بیشتر از اون مستخدم. مربی هایی هم که من گرفتم همین بود، میخواستم استرس نداشته باشم یکی دیگه منو آماده کنه برشو، ولی از شانس بد من همشون ضد ایرانی بودن. و حالا یه مربی آقای که این وسط بود، علکی ادا شوخی های لاس زدن های خیلی زشت، تمام حواسمو پرت میکرد، مدام منو رو تنش میذاشت.
مثلا یه هفته قبل یه هفته نه دو هفته قبل مسابقه دیگه باش حرف نزدم و گفتم داری حواسمو پرت میکنی. گفت نه شوخی میکنم. گفتم اینا شوخی نیست، داری لاس میزنی و اصلا درست نیست، من به تو پول دادم منو برای مسابقه آماده کنی و داری با من اینجوری رفتار میکنی، خیلی زشته. بعدش یه مربی زن گرفتم، مالی اهل چک بود، از ایرانیا متنفر، شما همتون یه مش داعشی تروریست هستید و کلی توهین به همه گفته بود این دختره جاسوسه و تروریسته و همه یه جوری نگاه میکردن، یعنی واقعا محیط غیر راحت نبودم توش، من محل ندادم. گفتم به اشکال نداره خدا میری خونه توی همون گریه کن، ولی توی جامعه اینها چهرت رو قوی نگه دار. ضعف، من همیشه میگم هیچ وقت ضعف، ترس و عشق نشون نده، چون نمیدونی کی دوسته کی دشمنه. برو تو توالت خونه، تو حموم خونه، زیر دوش خیلی رومانتیک، آب داره از صورتت میاد پایین، گریه کنه، این فیلم های دراماتیک بانمک هم میشه. ولی تو جامعه بین این افراد نباید ضعف نشون داد، فقط منتظرن ببینن شکستی، کار تمومه. یعنی مرهم بر زخمت که نمیشن هیچی، خمترت هم میخوان بکنن که تا آخرین لحظه که اگه یه ترک خوری نه بشن بشکن. آها، بعد میبینی دلشون اصلا لبخند رضایت رو میبینی رو چهرهشون. بلایی که بارها سر من اومده، مثلا با یکی درد دل کردم، فکرم دوسته، همونها رو استفاده کرد نقاط ضعفم بر علیه خودم. نمیدونی واقعا کی دوسته کی دشمنه. حالا شاید طرف هیچ چیزی لقمه هم سر سفرش نیاره، اضافه نکنه، ولی این که تو رو شکونده دلش خنک شه. شما موقعی که تو این جامعه اومدی موفق شدی، هیچ پیشنهاد جالبی برات اومد از جامعه آمریکایی برای کارهای مختلف؟ پیشنهاد به قول فیلم صمد بود، میگفت در شهر به ما پیشنهادات زیاد میشد، ما قبول نمیکردیم. در واقع حکایت منه به خدا، یعنی هر وقت پیشنهاد میشد یاد اون فیلم صمد میافتادم، کی بود؟ عین الله باقرزاده. پیشنهاد خیلی شد، ولی خود من همیشه سعی کردم یه جایی نخوابم زیرم آب بره، یا لااقل حواسم رو جمع کنم. من آدم باهوشی نیستم، ولی دوست ندارم هم خیلی این خرها رفتار کنم. برای خریتم ترجیح دادم یک حدی بذارم دیگه، بعد از این همه سال و این همه سن و اون که داری شکست نفسی میکنی، ولی مرسی قربان، با هوشیاری اومدی شروع کردی. پیشنهادات که همیشه بوده و هست، و ولی خود من همیشه بررسی میکنم، دو دو تا چهار تا میکنم. مخصوصا زندگی تو آمریکا خیلی باید همه چی قانونن، باید حواسم رو جمع کنم، چون یه و این ور اون ور بشه یکی شکایت میکنه، یه جریمه سنگین بهت میخوره. اینجا زندگی راحت نیست. کار چی اینجا الان؟ من هم سهامدار هستم، هم سوپروایزر یه کمپانی آمریکایی هستم و کارهای ورزشی و مربیگری رو کاملا دلی انجام میدم، با اینکه درآمد خوبی هم دارم ازش. دوست. چون من مربی افراد معروف در فلوریدا هستم، جوپیتر آیلند، و خب کسایی که این ور زندگی کردن میدونن یه چیز شبیه بیورلی هیلز، افرادی که افراد معروف اونجا زندگی میکنن و من بین این افراد هستم به عنوان یک مربی، یه لایف کوچ. حتی منو با من میان حرف میزنن، کسایی که دنبال دو تا گوش امن برای صحبت میگردن، میگم خدا را با احساس خوب و راحتی داریم با حرف بزنیم. میگم خب خدا رو شد لاقل این گوشه مفیده، چون نه قضاوتشون میکنم نه حرفاشون جایی میره، و اینا میدونن، شاگردانم که به من نزدیکن اینو میدونن، دارن با یه آدم امین حرف میزنن. و یعنی مرکزیت کار در فلوریداست؟ همه جای دنیا هست، بخش ورزشی فلوریداست، ولی بخش سوپروایزریم و یعنی سهامداریم همه جا هست. با توجه به اینکه در سوشال میدیا مرتب عکس ها و تصاویر و فیلمات پخش میشه، چه پیشنهاداتی میگیری؟ از ایرانی ها یا کلن؟ کلن. دوباره پیشنهادات زیاد میشه، پیشنهادات نامشروع خیلی بیشتر میشه، که اونم تفلکی گناه دارن. چون مورد اول راجب کار و شغل بود، اینجا راجب این که واقعا چیا پامه، چون ممکنه بیان خواستگاری کنن زیاده، بله، بیان مثلا پیشنهاد ازدواج دن، بیان مثلا فرض کن بخوای یه کاری به شما بدن یا شما رو قطعی کمپانیشون بکنن، اینا رو میگن. پیشنهاد ازدواج که تفلکی ها نمیدونن،
پیش خب مثلا در جامعه ما فرهنگ خواستگاری هنوز حالت سنتیشو داره انگار، مثلا طرف میگه او به یه مدت حرف بزنیم بعد ازدواج کنیم و اینا که هست، بوده همیشه و هنوز هم هست. و در مورد پیشنهاد کاری، خب من یکی از کارهایی که انجام میدم کارهای تبلیغاته، کار تبلیغات زیاد به هم سپرده میشه، یا برای ایونت ها از من دعوت میشه، یا الان ترجیح میدم یه مقدار مسیر رو بزرگترش کنم به سمت هوستینگ. هوستینگ چی میشه؟ مجری میشه، مجری و هم مسخره بازی، جانگولر بازی. چون من یادمه ایرانم که بودم، برنامه‌ای که دوره هم بودیم من یه جوجه میخوردیم، من تا صبح برای اینا جوک میگفتم. بعد که اومدیم این بر خارج نشین شدیم، گفتن این بودو چقدر شبیه استنداپ کامیدی هستی، چون من به دای حرف میزنم، چرت و پرت میگم، میخندم و خندودن برام همیشه جالب بوده. یعنی دوستشم حالا که دوره هم هستیم بگیم بخندیم، چرت و پرت بگیم، چون همیشه مشکلات و درد هست، حالا که دو دقیقه دوره همیم خوش بگذره. و اینو خیلی دوست دارم، یعنی این بخش رو قطعا دارم روش کار میکنم، وسیع‌ترش کنم که بخش مجریگری یا بخش استنداپ کمدی، نه حالا به اون شکل، ممکنه حالا وسط برنامه یا ایونت یا کنسرت بیام حالا چرت و چرت و پرت هم بگیم، همه با هم بخندیم. یکی از چیزهایی که دوست داشتم در موردش هم باهاتون صحبت کنم، من از قضاوت کردن نمیترسم، یعنی حتی اگه یه چیزی بگم، خرابکاری کنم، به قول معروف سوتی بدم، حتی پشت سرم حرف بشه یا مسخرم کنم، برام مهم نیست. میگم لااقل یه سوژه‌ای بوده که مثلا چهار نفر خندیدن بهش. یعنی از اینکه خجالت زده بشم این رو به این شکل نگاه نمی‌کنم، یا وسط کار یهو خرابکاری کردم گفتم ای ببخشید، یا مثلا لایوام انقدر خرابکاری میکنم، ولی برام مهم نیست که قضاوت بشم. شاید یکی از چیزهایی که خیلی افراد ترس از انجام کاری رو دارن این که نکنه خراب شه، نکنه نشه، خیلی بهش فکر میکنن. من انجام میدم، البته ریسکاشو در نظر میگیرم تا زمانی که آسیب نزنه، ولی اگه وسط خرابکاری شد خودم هم میخندم با بقیه، میگم شد دیگه، بخشی از زندگیه، یعنی بخشی از زندگی منه. خب طبیعیه. و هیچ پیشنهاد فیلم مثلا؟ پیشنهاد فیلم یک بار شد که خوشم نیومد از فیلم نامه، ولی اگر بشه فیلم نامه خوب باشه قطعا قبول میکنم. من عاشق بازیگریم و این رو در خودم میبینم. خود قصه زندگیت میتونه فیلم بشه، دراماتیکی بشه. جدی برای یه دختری که از یه خانواده خیلی فناتیک مذهبی از داخل ایران اومده بیرون و رفته به بی‌نهایتش. شما لطف داری، هنوز بی‌نهایت نیست به خدا. خب در این کاری که شما داری میکنید در مقایسه با شرایطی که در ایران هست بی‌نهایته. واقعا میری جلو تا اونجا که هیچ که انتظارش نداره. خودم آخه هنوز بهش بی‌نهایت نگاه نکردم. من حالا منتظر 40 سالگی ام، همش میگم او ببین آخه دهه قبل از 20 که گیجی، دهه 20 هم که سرشار از اشتباهه، اونم حساب نمیشه یه جورایی. دهه 30 حالا 4 تا کار کردی، 4 تا خرابکاری کردی، هی باید جمع کنی چی بره چی بمونه. من خودم یعنی واقعا خط شروعمو گذاشتم از سن 40، گفتم خیلی خوب یه اون چیزهایی که در این سالها جمع کردم حالا بیاریم بچینیم این پازل، ببینیم که حالا چی میخواد بشه. ولی میگی بی‌نهایت خیلی لوسه، چون خودم هنوز خودم خط شروع هم نمیبینم، میذارم رو حساب. یعنی چی میگن، خیلی لوس داری. سوال دیگه هم اینه که مردا به زنای ایرانی در مورد چگونه قضاوت کردن و با تو برخورد کردن؟ چون خیلی ها رو میدونم روشن فکرانه هست، ولی خب بعضی ها نه. یکی از چیزهایی که خیلی واقعا آزارم میده، خب عزیزان زیادی میان جلو میگن طرفداری ما اینا و سپاسگزاری میکنم، بعد شروع میکنن سوالهای خیلی شخصی و خصوصی، چه از زندگی مشترکم، چه از شریک زندگیم، چه بدنم، خیلی خصوصی، آزاردهنده. اینا خیلی ناراحتم میکنه و حتی میگن او خب بعضی فکر میکنن آدم خودشو میگیره تو جمع ها، نمیره یا یه گوشه میخواد قایم شه. میگن به خود خود گرفتنی، انقدر بد سوال میکنید آدم خودشو قایم میکنه. یا میپرسن
چقدر در میاری؟ دقیقاً چقدر میگیری؟ هفته ای چقدر؟ ببین، یا مثلا همون اصطلاح خنده داری که آخ تا وارد خونت میشن، اینجا چند متره؟ چند تا اتاق داره؟ قسط چقدره؟ میدونی اگه قرار هدا جراح بیاد چیزی رو بگه، هم پابلیک میگم، یا شما یه سلام علیک کردی دیگه، چرا شروع میکنی خصوص، خیلی خصوصی و خیلی شخصی، طوری که من کم کم میبینم هی دارم عقب و عقب تر میرم، میخوام خودم رو قایم کنم. متاسفانه ایران و اینجا هم نداره. خیلی از عزیزانی که اینجا هستن با همون ذهنیت ایران وارد آمریکا شدن یا اروپا، طرف همون فکرشه، داره حالا این ور زندگی میکنه، میرسن خودشون به افتخار میکنن، سپاس از لطفتون، حالا خودم که کاری نکردم ولی مردم به من لطف دارن، ولی قشنگ میبینم شروع میکنم شمردن ببینم سوال بعدی چیه و سوالها شروع میشه خیلی خصوصی. چرا بچه نداری؟ یعنی نمیخوای بچه دارشی؟ آخه داری مثلا اگر یک روزی پیر شدی کی بهت زنگ بزنه؟ بابا مگه میخوای خرج بچه رو شما بدی؟ چی کار دارید آخه به این سوالا؟ شاید یکی بچه نمیخواد. یعنی چی بچه نمیخواد؟ مگه میشه آدم بچه نخواد؟ میدونی من الان 3 تا بچه دارم، یعنی آزارت میدن، خیلی بد آزار میدن. یا مثلا یکی از برنامه ایونت ها من دعوت شدم، داشتیم گپ میزدیم و اینا، من غذای داشتم برای مسابقه آماده میشدم، غذا با هم غذای خودم همراهم بود، خیلی گفتم خود بیا بشین یه چیزی بخور، گفتم باهاتون میشینم ولی نمیتونم چیزی بخورم، من برای مسابقه دارم آماده میشم، جلوی من هی غذا میذاشتن، این که چیزی نداره، این لوبیا، این که چیزی نداره، 2 قاشق برنج، این که چیزی نداره، این که مرغ، و اصرار 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 که بخوری. ببینید من به یه بشقاب نگاه میکنم میدونم چی توشه، حالا میگی مرغ، ولی قشنگ روغن روشو میدیدم، ادویه های اضافی روشو میدیدم، یا مثلا خوراک لوبیا که چیزی نداره، چرا عزیزم پر توش بیکن ریخته بودن و توش پر از آرد میریزن که قشنگ خودشو بگیره، یا برنج کره روش غلط میزد، هی میگفتم نه مرسی نمیخورم، انقدر اصرار میکردن، حالا یه قاشق، حالا چیزی نمیشه، آخه این چه زندگیه، اینم که زندگی نشد. آخر سر فقط از زیر میز یواشکی زدم اوبر که بیاد دنبالم، گفتم با عرض پوزش من باید رفع زحمت کنم، گفتن ای کجا داری میری تازه بنشستی، گفتم ندارم اذیت میشم، و اومدن هی هم دنبال من تو دم در، نه نه به خدا معذرت میخوام، یعنی همه چی داشت بد و بدتر میشد. اصرارها خیلی حالمو بد میکنه، خیلی. نکنید، اگر میبینید واقعا مهمان دعوت کردید اینقدر جلوش نریزید، اگر بخواد بخوره میخوره، شاید اصلا نباید بخوره، یا اصرارها بدتر طرف رو معذب میکنه. بعد اومدم اینور گفتن او داره خودشو گرفت، دیدی مثلا وسط شام گذاشت رفت، نه به خدا فرار کردم. مردای ایرانی چی؟ مردای ایرانی؟ اکثر عملاشون، حرفاشون مختلف هستن، ولی بعضی خیلی نگاهاشون آزاردهنده است روی بدنم، یا یکم نزدیکتر میشن سری میخوان پیشنهاد دوستی بدن، یا اصلا براشون مهم نیست که حالا خیلیشون متأهل هستن، میخوان یا به هم نزدیک شن، یا حتی ببینن بدن برهنم چه شکلیه، و انرژی، چون من میدیوم بالایی دارم، بعضی وقتا انرژیاشون خیلی چیزه آزاردهنده است. آره، سر همین ترجیح میدم عقب بکشم. یا ببین آخه یه چیزه، هنوز مردم فرق بین یک کسی که داره سبک زندگیش اینه، یا لباس بیکینی پوشیده، اصلا من شاید بخوام مدل لباس زیر بشم، یا بخوام اصلا بخوام لباس نپوشم. ببینید این هنوز مردم نمیدونن فرق بین کسی که روسبیه یا اصلا دوست داره رابطه جنسی داشته باشه با کسی که دوست داره اینجوری زندگی کنه رو نمیدونن. یعنی فکر کنن چون دو تیکه حالا پوشیدی تو سوشال مدیا هم همه اینقدر برهنت رو دیدن، در آوردن این حالا یه دو تیکه کاری نداره، ولی دقیقا در آوردن همین دو تیکه خیلی 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 کار داره، اصلا امکان ناپذیره. من روسپی تو ایران دیدم، تو حرم واسده بود با چادر، یه چشش معلوم بود، شاید اون زن خیلی راحتر لخ بشه تا یکی مثل من، یا خیلی راحتر تو تخت با شما بیاد، یا یه شام مفصل جلوش بذاری، یا بگی اینقدر تو جیبت میذارم پشتکم بزن و خوشحال باشه. من احتیاجی ندارم که اصلا به یه جا میرم طرف مثلا با ماشینش سری میاد اونجا، مثلا بگه بنتلی دارم یا رولکس دستمه، اصلا برای من مهم نی، من از این چیزا خیلی سال گذشتم، رولکس داری، خونه بزرگ داری، نمیدونم ماشین آنچنانی زیره بوده، خوش باله، آفرین، باریکلا، براو،
آیا من رو چیز میکنه، قلقلک میده که مثلا یه جور دیگه نگاش کنم؟ نه عزیز من، موفق و معید باشی. خدا خودش گلیمش از آب میکشه بیرون و برای تنش ارزش قائله. اگر توی دنیای مجازی بیکینی پوشیدم، دوست داشتم پوشیدم، به قول عامیانش عشقم کشیده پوشیدم، ولی به معنی این که بخواید نزدیک کنید، نزدیک میخواید بشید، نه به هیچ عنوان. حتی من که مجرد نیستم، ولی اگه مجردم بودم همچین چیزی امکان پذیر نبود. غیر ممکنه به خاطر دو تا پیشنهاد، مثلا طرف این چیزا رو داره، حالا مثلا فکر کنه میتونه منو داشته باشه، روی یا روی من قیمتی بذاره، یه چیزی که من برای خودم گذاشتم قیمت ندارم، بلند شم برم از صفر شروع کنم، کلفتی کنم، توالت بشورم، برام مهم نیست، ولی تنمو نمیفروشم، اونم اینقدر بی ارزش. خب حالا برنامه‌ای که برای آینده داری خانم هدا خانم چی هست؟ برنامه خیلی زیاده. کارهای ورزشیمو دارم وسعت میدم که بیشتر در خدمت مردم باشم. همچنان اینا عزیزان از 3-4 سال پیش سال ورزشی میکردم، حالا من فکر کردم الان خیلی پیشرفت کرده، ولی همون چیزایی که همون موقع میشیدم و هنوز میشنوم. خیلی میخوام اینو بیشتر در خدمتشون باشم. متاسفانه بارها پروژه ورزشیم شکست خورد به خاطر عدم افرادی که استخدام کردم، حالا برام تیم بشن، کار انجام بدن، کار درست انجام بدن. خودت اینجای دیگه، همه آفتاب لگن، هفت از شام و نهاری چی، طرف با کلی دبدبه و کپکمی میاد، پولم بهش میدی کارو انجام نمیده، وسط کار انقدر خرابکاری میکنن، میگه بابا نخواستم. و این بارها پیش اومد، یعنی هی میخوام کارای خدمت بکنم ولی تیم ضعیفه. اینو میخوام، یعنی لاقل با حواس جمعی بیشتری تیم جمع کنم که بتونم کارهای بهتری انجام بدم در زمینه ورزشی و به احتمال زیاد در همین زمینه برنامه تلویزیونی یا رادیویی، یا لاقل بتونم صدا و یه تصویرم رو برای عزیزانی که دوست دارن بیشتر منو ببینن بذارم. ولی دوست دارم خیلی پررنگتر در خدمتشون باشم، در خدمت مردمم. من عاشق مردمم هستم، عاشق کشورم هستم. یعنی اگر ببخشید، یعنی تمام این درد دلها که میشه، بعضی وقتا احساس میکنم تفلکی ها شاید تقصیری هم ندارم. مثلا 40 سال با احمقترین، بیسوادترین، بیکفایتترین دولت دارن میرن جلو، طرف فقط داره به این نگاه میکنه زنده بمونه. دیگه فرهنگ سازی نشده. شاید تفلکی گناه داره. یعنی اگر بتونم در همین اندازه که حالا خوشحالشون کنم، یا 4 تا سوادی که مثلا توی اطلاعاتی که توی این چند سال جمع کردم در اختیار بذارم، لااقل میدونم یک روزی ممکنه در آرامش بمیرم، ولی الان دوست دارم بیشتر در خدمتشون باشم. ببینید، من از بچگی خیلی بسته بزرگ شدم. ما وقتی تو بچگی بزرگتر جلوت به سگ، به گربه سنگ میزنه، تو کی میخوای عشق ورزیدن یاد بگیری؟ از بچگی داری خشم، تنفر، حسادت یادت میدن. کی وقت کرده که فرهنگ سازی بشه یا اینا رو یاد بگیری؟ تفلکی هم بعضی وقتا میگم، میگم واقعا مردم هم خیلی تفلکی هن اگر نمیدونن. یعنی اگر شاید اینقدر به صفحه من حمله میشه یا دایرکت هایی بد میگیرم، میگم اشکالی نداره، تفلکی وقت نکرده یاد بگیره، کسی نبوده یاد بگیره، کی دورش بوده. در همین حد بتونم در خدمت مردمم باشم و من رو بپذیرن، با عشق کارم رو جلو میبرم. حتی اگه فوشم بدن، حتی 99% هم فوشم بدن، همون 1% که دوستم داشته باشن کافیه. یعنی داخل ایران مردم اینجوری برخورد میکنن، خیلی دایرکت میدن، فوش میدن، دایرکت میدن و اسمای زیادی خطابم میکنم. همیشه من جوک دارم میگم شاید اصطلاح خراب رو انقدری که به من نسبت دادن به یه روسپی واقعی نسبت ندادن، و برام مهم نیست واقعا از نظر اونا من یادم خرابم. اینکه با چه دیدی داری یک زن رو نگاه میکنی، حتما تو اون شرایطی که بزرگ شدی مثلا نگاه میکنی تفلکی مامانش بسته بوده، هنوز در زندگیش هنوز بازوی مامانش رو ندیده. خب معلومه یه زن اینقدر باز بپوشه مثلا میگه
ببین این خرابه، مثلا چهار نفری که اینجوری نمیپوشن زنهای خوبی هم. تفلکی هم گناه داره، ندیده. اینا باید فرهنگ سازی بشه، اینا باید درست شه و واقعا همه باید دست به دست هم بدیم و مثل یک زنجیره کمک کنیم پی بهتر و بهتر بشه. خب قصد این که در یه زمانی به ایران برگردی دوباره کار نداره به اون دوره که رفتی و خب مسئله پیش اومد، الان تحت چه شرایطی برمیگردی ایران؟ نمیتونم الان بهش فکر کنم چون خیلی اذیت شدم و اینکه توی ایران خیلی بسته میشم، یعنی از بیرون من میبینم خیلی بهتر میتونم در خدمتشون باشم، ولی اینکه کی به ایران برمیگردم نمیدونم. الانم دوست ندارم بهش فکر کنم چون آره، چون جزو سوالهایی که سری نمیتونم جواب بدم. آیا دخترای داخل ایران به زنگ میزنن تماس میگیرن که بیان راهت رو دنبال بکنن یا راهنمایی بخوام؟ خیلی زیادن و حمله هایی هم که بیشتر به همیشه از جانب مرداست و نزنا. یعنی من با افتخار میتونم الان به زنای کشورم نگاه کنم که چقدر نگرششون نسبت به یک زن دیگه تغییر کرده. خیلی زن ها بیشتر هوای همو دارن الان. یعنی حمله هایی که بیشتر به همیشه از جانب مرداست. یعنی شاید زن ها دارن در سکوت نگات میکنن، حتی اگه دوست هم نداشته باشن خیلیشون در سکوت دارن نگاه میکنن، ولی توهین ها بیشتر از جانب مرد هاست. چی میگن زن ها؟ دوست دارن در مورد سالم و سالم خوردن، ورزش کردن، سبک زندگی یا درد دل هایی که میشه از جانب خانواده های مذهبیشون، اوهو دو میخوایم کوه بریم نمیتونیم کوه بریم، یا چیزهای این چنینی، یا مثلا دوست دارن از تجربیات خودم بیشتر بدونن که خود من چجوری تونستم در خانواده خودم اول تابو شکنی را بندازم. خانواده من خیلی مذهبی هن. خیلی هنوز هم مذهبی هن. و ولی به هر حال تا یه حدی نظرشون عوض شده. مادرم شاید خیلی هم ندونن که شما به کنار از مثلا بدنسازی و این گونه برنامه‌ای که تا حالا داشتید، یک سری برنامه‌ای در مورد سالم زندگی کردن، سالم غذا خوردن دارین. بله. اونا رو توضیح بدین. من که روزانه هم استوری میذارم، هم هفتگی روی صفحه اصلیم مطلب میذارم، از مقاله ها میذارم، و ولی دوست دارم این کارو به صورت تلویزیونی یا رادیویی یا لااقل مجله‌ای به صورت هفتگی انجام بدم. یعنی همون مطالبی که دارم روی صفحه میذارم چند جای دیگه هم پخش بشه، در همین حدی که بلدم، و نظرات مردم خیلی برام مهمه که اونا هم بیان نظر بدن، تجربیاتشون رو بذارن، همه با از هم استفاده کنیم. مثلا خود من هر بار یه مطلبی میذارم از مردم سوال میکنم نظرتون چیه و چی فکر میکنید، و حتی ازشون میخوام برام عکس بفرستن از غذاهاشون یا بگن داخلش چیه، همونو خود من دوباره روی صفحه میذارم. دوست دارم با مردم بیشتر در ارتباط باشم، نه که فقط بگم آه منو نگاه کنید من چقدر خوبم. نه، تنها چیزی که من در مورد خودم نمیدونم که من مثلا یه آدم هیچ، من نسبت به کاری که میکنم هیچ ادعایی ندارم چون میدونم پر از خطام. اینکه دوست دارم همه با هم مشارکت داشته باشیم، چهار تا چیز از هم یاد میگیریم و هی خطاها رو کمرنگ و کمرنگتر میکنیم. ولی دوست دارم لااقل اگر پیشنهادی از طرف تلویزیون یا رادیو یا مجله دیگه میشه، یعنی بیشتر کارم رو گسترده تر کنم. خوب حرف میزنیم. رشته تحصیلی چی بود در ایران؟ رشته تحصیلی بالا دیپلم ردی وقت نگرم درس بخونم. بابامون بلمون کرد 13 سالگی هم من کارگری شروع کردم، دیپلم ردی بودم، من کارگر بودم توی یه دست فروش بودم. چیکار میکردی؟ اول از لباس بچه شروع کردم، منیریه و اونورا، مغازه به مغازه میرفتم لباس میفروختم، اینا لوازم آرایش و لباس بچه و تنقلات و اینا. بعد 16 سالم بود مربی بودم، در 18 سالگی ماتریال بیلدینگ و نمیدونم ماتریال چی میشه، خطوط ساختمونی، آره، ویزیتوری اونا رو میکردم و مربیگری و. ولی بیزینس اصلی که از که بیزینس وومن شدم از 4 سالگیم شروع شد، چون خودم هم نمیدونستم تا
تو کوچه با پسرا تیله بازی میکردم، همون تیلایی که میبردم بهشون مثلا میفروختم یکم بیشتر. یه اون شروع کار بیزینس هم بود. ولی تحصیلاتم من خیلی کارهامو تجربی یاد گرفتم. یه حالا مردم فکر کنه هدا چه تحصیلی داره، نه قربونت برم هدا، نه هدا هنوز تحصیلات دانشگاهی هم نداره. من خیلی کارهامو تجربی یاد گرفتم، ولی آیا مطالعه دارم؟ من روزانه مطالعه دارم، روزانه مقاله های جدید رو میخونم، اطلاعات روز رو میخونم. من مدام در حال مطالعه هستم، چه حتی ایران بودم و من حتی اطلاعات سپا منو گرفته بود تا همه سیاچالشون داشتن شکنجه میکردن، گفت تو گوشی چی داری؟ هیداش میگفت تو این صفحه، تو اون صفحه هستی. گفتم من رو گوشیم بازی هم ندارم، هیچی ندارم، برید نگاه کنید، یه مش مقاله است و یه مش غذا و ورزش و ایناست. اگه کسی بخواد باید تماس بگیره، باید چگونه تماس؟ ایمیل هم هست، jarrahhoda@gmail.com. بهترین راه ارتباطی با منه، چون روزانه مدام دارم نگاه میکنم. و دایرکتور رو خیلی سخت، چون که هنوز تیم داشتم، اخراجشون کردم، دوباره تیم گرفتم. متاسفانه کم لطفی هاشون باعث شد ادامه ندم. یعنی میگن کس نخورد پشت من جز ناخن انگشت من، واقعا در مورد فعالیت کاری من صدق میکنه. فیسبوک هست، اینستاگرام هست، همه رو دارم. بله، و لینکش روی صفحه اینستاگرام هم هست، میتونن ببینن. و حتی برای اینکه خب صفحه های قلابی به اسم هدا جراح زیاد زدن، خب من صفحه اصلیم چیز شده، یعنی تیک آبی خورده، میبینن که کدوم صفحه واقعی هست. جالیست، خیلی ممنون که اومدی. قربونتون برم، من مرسی، تشکر. حرفای زدی که برای خیلی شنیدنی بود، با امیدی که در آینده نزدیک دوباره با همین گفتگو رو ادامه. قربونتون برم، مرسی، ممنون، تشکر. الان قطع شد، میتونیم صحبت کنیم. خوشتم رو سیف شد. چطور بود؟ بود من همیشه وسط مصاحبه هم گریم میگیره و نمیتونم اینو نگر. خودتی، یعنی داری خودتو نشون میدی. اسم ایران میاد حالم بد میشه. یعنی اونا اصلا زیبایی اون مصاحبه هست، یاد باشه. یعنی اصلا واقعا عشقم نمیتونه. زیبایی مصاحبه همون احساساتی که میاد خودش نشون میده. خیلی بیرو در باسی حرف زدی، خیلی جملات قشنگ به هم پیوند دادی. مرسی. آره، بس نباشه، ممنون.